والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. از صفحه‌ای که دیشب قرائت فرمودن یه آیه رو می‌خواستیم توضیح بدیم، دیگه وقت گذشت. آیه 105 سوره مبارکه توبه: و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون. ای پیامبر به مردم اعلام کن که عمل کنید، اعمال شما رو خداوند میبیند، رسول خدا میبیند، مؤمنون هم میبیند. کلمه قل در قرآن زیاد داره، حالا من نشمردم چند تا قول در قرآن هست. قول یعنی بگو، یعنی ای پیغمبر اینا رو که من به تو یاد میدم اینا رو به مردم بگو، بیان کن. اینجا داره که قول بگو، اعملو عمل کنید، رفتار کنید، کار کنید، هر کاری و رفتاری داشته باشید از خدا غافل نیست، از چشم خداوند پوشیده. بعد از خدا یه شخصیت بزرگی هست، او هم مثل خدا اعمال شما رو میبینه. یعنی خداوند یه دوربینی در اختیارش قرار داده، چشم تیزبینی داره، مثل خداوند میبینه. البته اصل این قدرت برای خداست، اما خداوند قدرت رو، علم رو به هر کس بخواد عطا میکنه. یعطی الحکمت من یشاء، به هر کس حکمت بخواد میده. اون شخصیتی که بعد از خداوند تمام اعمال ما رو میبینه کیه؟ بله، پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله. اعمال ما رو پیغمبر میبینن، حتی الان که به حسب ظاهر در حیات نیستن، چون پیغمبر و امام فرقی نیست که در حیات باشه یا در ممات. حتی اموات معمولی هم اینها بودن در دنیا باشن نباشن فرقی نداره، اموات هم الان از ما باخبرن. اصلا عزیزان هیچ کس نمیمیره. نمیدونم این کلمه مردن از کجا اومده تو فرهنگ اسلامی. مردن کلمه فارسیه، ما در عربی مردن نداریم. مردن یعنی نابود شدن. مردن یا مرگ این یعنی نابودی. اصلا ترجمه موت یا وفات نابودی نیست. خیلی ترجمه های ما اشتباه. وقتی میگن این، من یادم بچه بودم رفته بودم خونه پدر بزرگمون، بنا داشت موزاییک کار میگذاشت، منم کنار دستش خوشم اومده بود، بنایی کار قشنگیه، پر زحمت. خب فرش میکردن، موزاییک میکردن، نو میشد، نگاه میکردن. بنا می‌خواست یه موزاییک کار بذاره، حالا بناهای بزرگوار هم اینجا هستن درس پس بدیم. بله، میگفت این موزاییک صدای مرگ میده، با تیشه میذاره، گفت موزاییکش صدای مرگ میده، من اینو کار نمیذارم. صدای مرگ یعنی دیگه این شکسته دیگه، اصلا کسی از دنیا میره که مرگی در کار نیست. بعضیا ناراحت امواتشون، مخصوصا جوان که از دست میدن، خب به هم میریزه انسان. خدا نکنه کسی داغ جوان ببینه. تو جلسه یه عزیزی هست، جوانشون از دست دادن، حالا لزومی نداره اسم بیارم، ولی گاهی با من درد دل کردن که خیلی سر قبرش میرن و دلشون شکسته است. بابا اون جوان مرده نیست که، اون جوان زنده است. همه مرده ها زنده. البته قرآن درباره شهدا میفرماید اینا زندن، تا فرقشون با اموات معمولی چیه؟ اموات معمولی زندن، شهدا هم زندن. دا شهدا درباره شون داره که بل احیاء عند ربهم، شهدا عند ربهم، اموات معمولی زندگیشون رو دارن میکنن اونجا، حیات برزخی دارن، حیات برزخی دارن، میخورن، دور هم میشینن، صحبت میکنن، عالم برزخ دیگه، حیاتی هست، بدن هست، یه بدنی غیر از اون بدن بهشون میدن. شهدا عند ربهم، خدا رحمت کنه همه شهدای ما رو، شهید زین الدین رو خوابش رو دیدن، گفت هر کسی شب جمعه یاد ما بکنه
ما شبهای جمعه مهمان امام حسینیم، یادش میکنیم. اونا این در ربن با اموات معمولی فرق دارن، ولی اموات هم زندن عزیزان، اموات همشون زندن. ولذا گاهی شما یک کاری میکنیم، شب خواب پدرتو میبینیم، میبینی با خبره. بابا این از کجا با خبر شد؟ اون زنده است، اون میبینه این دنیا رو. تو بعضی روایت ها داره پدرهایی که از دنیا میرن یا مادر، شبهای جمعه میان لب دیوار میشینن، روایت هست ها، لب دیوار میشینن اعمال ورثه رو نگاه میکنن. اگر صالح باشن، نمازخون باشن، با حجاب باشن، خوشحال میشن. اگر ببینه به راه فساد و خلاف کشیده شده، غمگین میشه، ناراحت میشه، میگه بچه من ببین بی حجاب شده، بی نماز شده، بی روزه شده، حرام میخوره، ارتباطات آلوده داره، مردم آزاری میکنه. فرمود در قالب یه پرنده میاد مینشینه، روح میت بشه. شما نگاه میکنی پرنده لب دیوار نشسته. فرمودن حدیث داریم ما که ممکنه این روح اون میت باشه. یه وقتی پدر خانم ما از دنیا رفته بود، خدا اموات شما رو بیامرزه، ما یه وقت تو حیات خونمون یه حیات کوچولویی داریم، دیدیم که بعد از چند مدتی دیدیم یک کبوتر اومده نشسته. کبوتر هرچی راه میری خلاصه اشارهش میکنه نمیپره، اصلا انگار این احساس آشنایی میکنه اینجا با کبوتر، تا نزدیکش میشی فرار میکنه. من اونجا این حس به من دست داد که نکنه این پرنده که هر کاریش میکنی غریبم هست، هر کاریش میکنی نمیره، من اونجا این حس به من دست داد که نکنه اومده خانه دخترش سر بزنه. این با حدیث داریم ما، یه حدیث داریم موقع زوال ظهر اموات میان خانه هاشون نگاه میکنن، زوال موقع اذان ظهر میان نگاه میکنن، سر میزنن، گاهی به خواب شما میان، میبینی چقدر باخبرن، اصلا اونجا انگار کاملا اینجا در دیدشونه، اونا در دید ما نیستن، ما در دید اونها هستیم. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی، ایشون میفرمود این حکایت رو نقل میکرد، بعدو نمیدونم برای کی اتفاق افتاده بود، ایشون فرمود یه کسی اومد رفت تهران کاری داشت، شب رسید فردا بره کار اداری، رفت مسافرخونه، خوابش نمی برد، شامشو خورده بود و سنگین شده بود، خوابش نمی برد، بلند شد گفت من برم قدم بزنم. در زمان قبل از انقلاب رفت قدم زد و دید سینما درش بازه، گفت خب حالا ما که خوابمون نمی بره بریم سینما. رفت سینما فیلمشو دید و برگشت خوابید، تا خوابش برد پدرشو خواب دید. پدرش گفت پسرم کجا بودی؟ گفت ما جایی بدی نبودیم، ما خوابمون نمی برد، رفتیم سینما. گفت پسرم مگه آدم خوابش نبره هر جایی باید بره؟ در جا متوجه شده بود که این فیلم سینمای اون زمان اینجا بد بوده و این گناه بوده. خداوند چشم تیزی داده به پیغمبر، اعمال ما رو همه رو میبینه. بعد از پیغمبر اکرم یه افرادی هستن اونها هم میبینن، تمام اعمال ما رو زیر نظر دارن و اونها رو خداوند در این آیه میفرماید والمؤمنون، مؤمنین اعمال شما رو میبینن. حالا سوال، این همه انسان مؤمن داریم، خدا ستار العیوب، نمیبینن گناه های افراد رو، این مؤمنین کیا هستن؟ این مؤمنین کسانی هستن که بعد از رسول خدا اسمشون رو خدا آورده. اینجا مؤمنین یعنی دوازده امام، دوازده امام اینها اعمال همه رو میبینن، اعمال همه. یک کسی در زمان امام صادق علیه السلام خدمت اون حضرت رسید، حضرت فرمودن آفرین این هفته یک کار خوبی کردی، اعمال شما رو هر هفته به ما عرضه میکنن، دیدم نامه اعمال تو، دیدم دیدم کار پسندیده ای کردی، صله رحم به جا آورد، عمویی داشتی به اون سر نزده بودی، این هفته رفتی به اون سر زدی. آقا امام صادق علیه السلام از کجا متوجه میشه؟ قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. ائمه میبینن الان، آقا امام زمان عجل الله فرجه الشریف همه جا رو میبینن،
همه رفتارها کردارها از بعضی از ما دلشون خونه، امیدواریم که انشالله از شما راضی باشه اون حضرت. همه جا رو، همه کس رو، همه رفتارها رو، همه نگاهها رو. دو تا برادر بودن زمان امام صادق علیه السلام، یکیشون شیعه بود، یکیشون شیعه نبود، معرفت نداشت به اهل بیت. اون که شیعه بود به اون برادر بی معرفت به اهل بیت گفت داداش بیا بریم، من دارم میرم خونه امامم، امام صادق علیه السلام پیشوای ماست، تو هم بیا. گفت من رفتن پیش اینها رو بدعت میدونم. بدعت یعنی حرامه، حرامه میری پیشه. مثل الان وهابی ها یه عده آدم های خوشمغز میگن که زیارت نرید، زیارت حرامه. سر قبر اموات هم تازه بعضی هاشون میگن نرید، گریه بر میت نکنید، زیارت نرید، دست به ذریح نکشید، توسل پیدا نکنید. اینا از اون وقت بودن. گفت رفتن پیش امام صادق علیه السلام من حرام میدونم، بدعت میدونم. این شیعه رفت خدمت حضرت. حضرت گفتن خب حال برادرت چطوره؟ گفت آقا من گفتم بیا بریم پیش حضرت صادق علیه السلام، گفت من بدعت میدونم. حضرت جانها فدای این ائمه بزرگوار، چقدر ما باید شکر کنیم معرفت این ائمه رو داریم. بالاتر از نعمت ولایت نعمتی نیست. حضرت فرمود برو به برادرت بگو اون وقتی که رفتی سر چشمه آب بیاری، هیچ کس نبود، دیدی یه خانم اومده ظرفشو پر از آب کنه، یه نگاه کردی این طرف اون طرف دیدی هیچ کس نیست، دست زدی به اون خانومه، اون بدعت نبود. پیش پسر پیغمبر بیایی بدعته. نم رفت به برادرش گفت داداش تو سر چشمه بودی؟ گفت بله. و چه کار کردی سر چشمه؟ سرشو پایین انداخت. گفت چطور؟ گفت همین امام صادقی که تو گفتی حرامه بریم پیشش، فرمود بود به برادرت بگو دست به خانوم نامحرم زدی سر چشمه، اون حرام نبود، این حرامه. میگه سرشو پایین انداخت، شرمنده شد و به من گفت عجب امام هایی دارید شما، اینا غیب میدونن. امام ها غیب میدونن. هر کسی الان گناه کنه امام زمان میبیندش. بعضی ها چطور آرایش میکنن خانوما میا حرم امام رضا؟ بابا امام رضا داره میبینتت، میا این جمکران رعایت حجابو بکن. تو نومن خانومایی که تو حرم ها میان متدینن، ولی گاهی هم به ما گفتن بابا لاک زده اومده حرم امام رضا، تو که وجود باطله، طاهر شو اول، مگه نمیخوای قصی کنی؟ ناخون کاشتی، این غسلای واجب باطله، تو چطور نجس اومدی حرم امام رضا؟ از تو خانوما خبر آوردن، بعضیاشون دستکش دست میکنن که پیدا نباشه، لاک زدن، ناخون کاشتن. بابا این غسل واجب مگه به گردنت نیست؟ این غسلت که باطله، که تو حرام اونجا نزدیک که ذریح میری. امام میبینه، نمیشه سر امام کلا بذاری که. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عزیزان از مهمترین آیات قرآن این آیه است. اونایی که اهل دقتن به ذهنشون بسپارن آیه 105 سوره توبه یا سوره براءت دلالت میکنه تمام اعمال ما رو بعد از خدا پیغمبر میبینه، بعد پیغمبر 12 امام میبینن. چقدر این تأثیر میذاره رو انسان. انسان وقتی بداند دوربین های خداوند همش در حال ضبطه، باتریش هم تمام نمیشه، برق هم نمیخواد، اینجور هم نیست تا یه شعاعی که مثلا زاویه ای رو ضبط بکنه، نه، اون همه جا رو داره میپاد و همه جا رو ضبط میکنه. این پیامیست که خداوند به پیغمبر فرموده به مردم بگو، به مردم بگو بعد از خدا و رسول 12 امام همه اعمال ما رو دارن میبینن. گفتم شبی به مهدی از تو نگاه خواهم، گفتا که من هم از تو ترک گناه خواهم. خدایا ما رو بر ترک گناه موفق بگردان، خدایا
ما را به مقام ائمه هدای معصومین بیش از بیش آشنا بگردان، ما را با قرآنت و احکام نورانی و معارف قرآن بیش از پیش آشنا بفرما، در نسل ما بی اعتقاد به قرآن و 12 امام و پیغمبر و معارف دین قرار نده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.